23 روز خرداد ماه برابر با 13 ژوئن سال 1323 خورشیدی برابر با 1944 میلادی. برای نخستین بار در جهان موشک زمین به زمین با نام V1 و توسط آلمان نازی علیه انگلستان به کار گرفته شد. سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی زادروز بابک بیات، نوازنده، تنظیم کننده، آهنگساز موسیقی فیلم و موسیقی پاپ ایرانی که در تهران به دنیا آمد و سن 19 سالگی در اپرای تهران و زیر نظر اولین باغچبان و نصرت الله زابلی با موسیقی کلاسیک و جهانی آشنا شد. آشنایی بابک بیات با محمد اوشال، آهنگساز و رهبر ارکستر جاز فولکلوریک و همراهیش با ایرج جنتی، یار دوران کودکی و نوجوانیش، سبب شد تا اشتیاق یادگیری موسیقی هرچه بیشتر در وجودش شعله ور شود. وی سالها به تنظیم موسیقی برای خوانندگان پاپ و آهنگسازی موسیقی فیلمهای گوناگون مشغول بود تا بعد از انقلاب اسلامی که به ناچار فعالیت موسیقیش را برای مدتی محدود کرد و پس از چندی این بار با شرکت ابتکار و کاست قاصدک زندگی نامه صمد بهرنگی کار خود را از سر گرفت. باید به کارهای بابک بیات علاوه بر نوشتن موسیقی برای بیش از 100 فیلم و سریال، چه پیش و چه پس از انقلاب، تدریس موسیقی در دانشگاه تهران، آموزش خوانندگان بسیاری از جمله محمد اصفهانی، مانی رهنما، نیما مسیحا را نیز اضافه کرد. بابک بیات سرانجام پس از یک دوره بیماری به علت نارسایی کبد در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، به فرمان آیت الله خمینی به ریاست جمهور تشکیل شد. رهبر ایران در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی دستور داد برای بازگشایی دانشگاه ها ستاد انقلاب فرهنگی سابقه تک تک افراد را بازبینی کند و سازمانی تشکیل دهند که فعالیت های کلیه اساتید و دانشجویان را زیر نظر داشته باشد. آیت الله خمینی در حکم خود به صراحت مسئولیت انتخاب اساتید را بر عهده ستاد انقلاب فرهنگی گذاشت و اهداف این شورا را چنین تعیین کرد: گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه، تسکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی، تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلامی، تربیت متخصصان متعهد، اسلام شناسان متخصص و ماهر، استادان و معلمان معتقد به اسلام، تعمیم سواد، تقویت و بسط روح تفکر و استفاده از دستاوردهای مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی، حفظ و احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی، نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی، ایجاد روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه ملل اسلامی.